شرایط اولیه برای اجرای کشاورزی کم نهاده در یک مزرعه و یا یک منطقه، اول از همه اونه که مزرعه بهره‌وری آب پایینی داشته باشه، یعنی حدود نیم و ششدهم و یا کمتر از اون. نکته دوم اینه که در منطقه باشه که نزولات جوی کافی رو دریافت بکنه. طبیعتاً از این حیث مناطق دیم خب ارجح هستن. سوم اینه که در مزرعه ما اراضی مازاد برای توسعه کشت داشته باشیم. و چهارم خاکی ترجیحاً سنگین داشته باشیم تا بتونه رطوبت رو در خودش نگه داره. ما مجموعه کارشناسان بخش کشاورزی استان و به ویژه مدیران سازمانی امیدواریم که انشاءالله با اجرا شدن و گسترش این پروژه در سطح استان بتوانیم بخشی از نیاز کشاورزی استان رو و نیاز غذای استان رو تأمین کنیم. و یکی از راهکارهای ما در حوزه کشاورزی اینه که بتونیم هزینه های تولید رو کاهش بدیم در طرح کشاورزی کم نهاده، به جهتی که ما نهاده کمتری مصرف میکنیم و دقیقا از فرصت های طبیعت استفاده میکنیم در زمینه بارندگی و سایر موارد، و یا بستری که در خاک آماده است از کشت قبلی نیاز به عملیات کمتری کشاورزی داره، نیاز به کود کمتری داره و قطعا نیاز به آب کمتری مصرف خواهد شد، محصول اقتصادی خواهد بود و مرتوجه کشاورزان استان انشاءالله قرار خواهد گرفت. به دنبال این هستیم تا در قالب یک طرح توسعه‌ای ترویجی این طرح رو گسترش بدیم در سطح استان و به دنبال اون هدف نهایی که اثر بخشی و افزایش بهره‌وری آب و افزایش بهره‌وری تولید هست برسیم. تناوب پیشنهادی برای کشاورزی کم نهاده هم محصولاتی مثل سیب زمینی، چغندر قند و گوجه فرنگی هست. تاریخ کاشت در سیستم کشاورزی کم نهاده ارتباط مستقیمی با الگوی توزیع نزولات جوی اون منطقه از یک طرف و فراهمی منابع آبی در اون مزرعه داره. در صورتی که ما در یه منطقه پرباران هستیم که انتخاب تاریخ کاشت میتونه زودتر اتفاق بیفته، و برعکس اگر در منطقه گرم و کمبارشی هستیم تاریخ کاشت باید با تأخیری اتفاق بیفته که فقط با تکیه بر آب اول امکان تداوم حیات گیاه در طی پاییز و زمستان وجود داشته باشه. در این طرح پس از کشت مزارع الگویی در قالب دستورالعمل‌های فنی که برای حوزه مراکز جهاد کشاورزی تعریف شده، برنامه‌های بازدیدی و کارگاه‌های آموزشی در سطح مزارع پیش‌بینی شده تا کشاورزان واحد‌های تابعه که در حوزه اون مزرعه الگویی حضور دارند بتونن اثرات این طرح رو به عینه از نزدیک مشاهده و در قالب این طرح توسعه ترویجی افزایش سطح رو ما در سالهای آینده در سطح استان داشته باشیم. در اجرای این پروژه خوشبختانه تمهیداتی رو سازمان جهاد کشاورزی در نظر گرفته. اولین اقدام ما ارقام مناسب این پروژه است، ارقامی که تحت عنوان تیپ بهاره میشه در آذر ماه و حتی دی ماه کش کرد و در اردیبهشت ماه برداشت کرد. 5-6 رقم بسیار خوب در استان کار داره انجام میشه، دنبال تکثیر بعضش هستیم. به طور کلی اگر که در مناطق سرد استان و در شرایطی که ما با محدودیت منابع آبی روبرو باشیم، ارقامی مثل صدرا، واران، باران و حشرود رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. اما در مناطق معتدل استان ارقامی مثل کریم، مثل آفتاب، مثل کوهدشت، مثل دهدشت که خب حالا دروم هست، و اینها رو میتونیم ازش در سیستم کشاورزی کم نهاده استفاده بکنیم. امیدوارم که در سال آینده
این طرح به بالای 20 تا 30 هزار هکتار حداقل بعد از برداشت شاندار غنز، ذرت، سیب زمینی و در بعضی از نقاط مزارع پنبه بلافاصله میشه گندم رو به همون رطوبت کش کرد و محصول قابل توجهی رو برداشت کرد.